سلام به شما، بفرمایید از کدوم شهر اومدین و هدفتون از اومدن چیه در این تظاهرات؟ من از کل اومدم، همون جوری که همتون اطلاع دارید در اول ماه می مجموعه تشکل‌هایی که در قبال جنبش کارگری ایران فعال بودند، از جمله سندیکای شرکت واحد، سندیکای هفت‌تپه، اتحادیه کارگران آزاد، بعد شورای همکاری تشکل‌ها، کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری و تعداد معینی از کارگران کارخانه‌های ایران برای اول ماه می اومدن این جشن در پارک لاله تهران برگزار کنند که جمهوری اسلامی به هر حال قبل از اون که حرکتشون عملی و آغاز بشه دست به سرکوب شدید اونها زد و تعداد نزدیک به 140 نفر رو دستگیر کرد که از این تعداد تعدادی آزاد شدند ولی حدود 100 نفر کماکان در زندان هستند و بخشی از اونها رو به سلول‌های انفرادی برده و همچنان به هر حال خانواده ها در تلاشند که به عزیزانشون رو ببینن، باهاشون تماس برقرار کنن. ما هم اومدیم اینجا، این همه به هر حال دگبه آلمان و اتحادیه‌های کارگری اروپا که اعلام راهپیمایی کردن، ما هم اومدیم اینجا که مسائل مشکلات کارگران ایران از جمله سرکوب های که ظرف ماه‌های گذشته بلخص در قبال جنبش کارگری ایران و جنبش زنان و از جمله جنبش دانشجویی اینو در بین طبقه کارگر این تا به هر حال بتونیم با همدیگه برای آزادی این عزیزان بکوشیم. ممنون. شما فکر میکنید چه اقدام لازمتری در این رابطه میتوان کرد؟ ببین، قبل از هر چیز مهم اینه که ما ایرانی ها به رغم اختلافاتی رو سیاسی نظری رو که با هم سر مسائل مختلف از جمله در قبال جنبش کارگری ایران داریم، سر جای خودش با هم دیگه در ارتباطات معینی که به هر حال در اختیار هر کدوم از نیروها قرار داره به بحث بپردازند، ولی به هر حال اونجایی که مجموعه این جنبش زیر فشار قرار میگیره دست به اقدام و عمل بزنن و کاری کنن که به هر حال بشه در همیاری با اونها این جنبش راه خودشو به جلو باز بکنه و طبقه کارگر ایران از زیر فشار طاقت فرسایی که روزانه باش دست به گریبانه مقداری به هر حال خلاص بشه. فکر می‌کنین قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری میشه در رابطه با افکار عمومی اروپا و یا کشورهای دیگه کاری کرد که جمهوری اسلامی اقدامی که علیه جنبش کارگری ایران کرده علنی کرد، رسوا کرد؟ قطعا همین جوره. تاریخ 30 ساله اخیر ما به هر حال نشون داده اونجایی که بشه حرکت کرد، افکار عمومی رو به حرکت در آورد، فعال کرد، جمهوری اسلامی ایران عقب میشینه و بهش پاسخ میده. اما هنگامی که از کنارش به هر دلیل اونجایی که این شرایط ها بنفش میشه اونگونه حرکت میکنه که این جنبش ها رو زیر میگیره، سرکوب میکنه، اذیت میکنه و تا حد اعدام اینها هم شده پیش میره. به همین دلیل مهم و قدم اول اینه که مجموعه فعالین به هر حال جنبش سیاسی، جنبش چپ ایران بلخص، سعی کنن به یک نحوی به رغم اختلافات اونجایی که به هر حال اون چیز اصلی زیر ضرب قرار میگیره با همدیگه متحدانه سعی بکنن اقدام بکنن. تاکید میکنم اختلاف نظرات رو میتونن و میباید هم با همدیگه بحث بکنن، با همدیگه وارد اقدام بشن تا بشه این فشار رو به هر حال مقداری کاهش داد. خیلی ممنون، متشکرم. خواهش. سلام، شما بگین از کدوم شهر اومدین و هدفتون از شرکت در این تظاهرات چی هست؟ با سلام به شما و شنوندگان عزیز، ما از شهر هانوفر اومدیم و از طرف یکی از همکاران گفتگوهای زندان هستم در این راهپیمایی که از طرف اتحادیه‌های کارگری به طور عمومی دعوت شده شرکت کردیم، به دلیل اینکه در واقع در اعتراض به راه حل‌هایی که برای بحران سرمایه‌داری در دوره کنونی داده میشه از طرف دولت‌های اروپایی، یه همکاری بین‌المللی بین نیروهای مخالف هست که در واقع در شهرهای مختلف اروپا این راهپیمایی برگزار میشه و امروز در برلین در اعتراض به راه‌حل‌هایی که سرمایه‌داری و کاپیتالیسم برای به اصطلاح سرپوشی این بحران پیش رو داره این راهپیمایی انجام میشه. بین فعالین کمپین چه طرحهایی برای گسترش مبارزه برای آزادی فعالین کارگری وجود داره؟
در واقع به دنبال جلساتی که شک گرفت، جلسات پالتاکی که شک گرفت توسط مدافعین جنبش کارگری و کسانی که قصد دفاع از دستگیر شدگان اول ماه مه رو داشتن، یکی از تصمیمات این بود که یک میلینگ گروپ، یک گروهی از در واقع افرادی که با میل و ایمیل به هم ارتباط دارن تشکیل بشه و در اونجا به تبادل نظر و تصمیم گیری بپردازن برای ادامه کمپین. علاوه بر اون در طی این مدت، طی این چند روز گذشته، اطلاعیه‌های زیادی در کشورهای مختلف منتشر شده که طرح‌ها و برنامه‌هایی رو اعلام کردن برای برگزاری اکسیون ها و حرکاتی در نقاط مختلف اروپا و کانادا و جاهای دیگه خارج از ایران. به طور مشخص در آلمان من بخوام ذکر کنم، حرکت هایی در هامبورگ و کلن در تدارک هست که شب‌های همبستگی رو برگزار کنن. در برلین ما در نظر داریم که با اتحادیه‌های کارگری یه موجود در آلمان در تماس قرار بگیریم و نتایج این کمپین، نتایج این اکسیون و در واقع اون اطلاعات و گزارشاتی که جمع‌آوری شده از اعتراضات نسبت به جمهوری اسلامی و دستگیری‌های اول ماه مه رو ارائه بدیم و خواهان حمایت بیشتری توسط اونها بشیم. علاوه بر این ما در برلین در نظر داریم که حداقل دو اکسیون دیگه رو سازمان بدیم، یکی در هفته آینده یا یکی دو هفته آینده به شکل تظاهرات یا تحصن اگر امکان پذیر باشه، و دیگری به عنوان روز انتخابات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی. خیلی ممنون، متشکر. منم از شما متشکرم، ممنون.